جان یوسف خواهش میکنیم تا دوستای بسیار عزیز و ارجمند، گرچند که امروز ساعت 11 صبح از طریق برنامه سلام دادیم، باز هم با سلام مجدد در خدمت شما عزیزان قرار دارم. از تارکان گل و محبوب جان تیموری یک جهان ممنون. یقینا شعر و شاعری استعداد فوق العاده میخواهد. کسانی که جملات و لغات زیبا را پروی هم میگذارند واقعا یک استعداد است و یکی شعر به حافظه میسپارند که متاسفانه من این استعداد اصلا ندارم و برنامه های ما که شما میبینین برنامه های سیاسی و گاهی هم سیاست بسیار منفی است. ولی خوب جایی بسا خوشی است که زنهای افغان با اشعار زیبایی که میسرایند و غمها و دردهای مردم افغانستان و خصوصا زنهای افغان به نمایش میگذارند مایه افتخار ما هستند، که یقینا از این جمله امیرا جان نکهت هستند که از لابلای مجلات و اشعارشان و هنرمندای ما که اشعارشان خواندند ما با اونا آشنایی پیدا کردیم، که شخصا البته این کمی از ما است، کوتاهی از ما است که با شما آشنایی نداشتیم. ولی خب در اینجا ما میخواییم به یک نکته بسیار اساس و مهم میخواییم توجه دوستان را جلب کنم. گرچه شعر شعر و شاعری است و یقینا ما از شنیدن یک قطعه زیبای شعر بسیار زیاد لذت میبرم، اما ما در یک مقطع تاریخ دوستان عزیز قرار داریم که کشور ما سخت به وحدت و یگانگی ضرورت داره و در اینجا نویسنده ها، شعرا، علما و فضلای ما یک نقشی بسیار بارز را بازی میکنند. متاسفانه در روی صفحات انترنت و در روی صفحات فیسبوک ما میبینیم که چقدر سر زبان که تنها وسیله مفاهمه و مکالمه هست چقدر افغانهای ما پیچیدند. و واقعا متاسف میکنم که افغانی که آخر نامش به زی ختم میشه یا به زی ختم میشه جاسوس ایسای پاکستان میشه و افغانی که یک قطپاچی زیبای ادبی فارسی را صحبت میکنه جاسوس ایران میشه و کسی که از دموکراسی زیبای امریکا صحبت میکنه سیاه است. و اینجاست که وظیفه همه شعرا، فضلا و نویسنده های ما هست که در مقابل چنین یک پدیده کثیفی که باعث جدایی مردم افغانستان و زبان ها میشه باید سخت بکوشند. بخاطر از این که افغانستان در یک مقطع تاریخ قرار داره بیننده عزیز که امی خطه باستانی، درست است که ما در یک حوزه فرهنگی مشترک با همسایه های ما زندگی میکنیم و ای البته جای بسا خوشی است که اونها رو فرهنگ سرحد نمیشناسند، اما امی خطه باستانی مرکز و منبع فضلا، شعرا و ادبا بودن و در اثر تهاجم هایی که به افغانستان صورت گرفته و در اثر فقر اقتصادی که شدیداً دامنگیر مردم افغانستان است، همه چیزها از کشور ما ربوده شده و ما باید این را دیگر نگذاریم، برای که هویت ملی هر سرزمین برای شما بلاده مهم است. زیادتر از این وقت شما را نمیگیرم، برای که بحث های من شما در تلویزیون دیده متاسفانه بحث های بسیار کانتروورشل است و ارتباط با یک سخن خواهر بسیار عزیز و گرامی ما زهرا یوسف یک چیز میگوند: نباید در یک کشور تعصب قومی وجود داشته باشد، نباید در یک کشور تعصب لسانی وجود داشته باشد، تعصب مذهبی وجود داشته باشد. اما ای خواهر گرامی من، ای زهرا یوسف، از کجا شروع شد؟ شما به دنبال تاریخ و تاریخچه این مسئله بگنید. چه شروع کرد؟ بد است بسیار، خیلی بد است. من بسیار برتان صریح میگم اینجا. خب یک آدم مثل محمود طرزی، شخصیت آزاده، شخصیت آزادی خواه، شخصیت بزرگ، شخصیت قابل احترام، وقتی که میگیره و در سراج الاخبار مینویسه که زبان فارسی زبان ما مردم افغانستان نیست، یعنی چرا؟ مگر آن مرحوم خبر نداره که شهنامه سرایی از بلخ شروع شده نه از توس؟ فردوسی از دقیقه بلخی پیروی کرده، محسدی گنجوی از رابعه بلخی پیروی کرده، آه.
همه زبان هایی که در افغانستان اگر زبان فارسی، اگر زبان پشتو، اگر ازبکی، اگر ترکمنی، اگر بلوچی، اگر نورستانی بکشه، همه ایش برای ما زبان های بسیار مبارک است. در برابر هیچ کدام از آن ما نباید کوچکترین تعصب داشته باشیم، کوچکترین تبعیض داشته باشیم. اما بدانیم که منشأ تاریخی یک سری از مسائل در کجا هست، کی آغاز کرد. خب به جواب خانم زمره یوسف فقط همه که میتونم بگویم که با دو بیتی استاد خلیل الله خلیلی، الهی هرچه شایان است آن کن، نمیگویم چونین کن یا چنان کن، چه داند بنده اسرار خدا را، خدا را هرچه میزی بد همان کن. همیرا تشریف داره که در ارتباط فضائلشان ما صحبت های یکی از بزرگترین غزل سراهای زبان فارسی است. همیرا نکهت دستگیرزاده فضیلت دیگه داره، تنها شاعر نیست. همیرا نکهت دستگیرزاده از علوم بلاغت، از بیان و بدیع و قافیه و عروض اطلاعات بسیار زیاد داره و خیلی استثنایی است در این عرصه کار خود. گذشته از اینها همیرا نکهت دستگیرزاده خیلی اطلاعات فلسفی و تاریخی داره که در حد خود زیاد قابل قدر است، زیاد قابل احترام است. از شخصیات هم بگویم، همیرا جان از روز اول که ما شناختیم میرا دختر خود خطاب کردیم و ما بسیار بسیار محبت برش دارم، بسیار احترام برش دارم. خداوند شما، خداوند شاهد است و شما را هم من شاهد میگیرم که در حقش امی ما شما دعا کنیم همیشه سربلند باشد، همیشه بسراید، همیشه بنویسد و همیشه در اوج، در اوج اوجها باشد. شب خوش است. ای کاش همیرا جان برای ما شما بسیار شعر بخونه، مخصوصا بسیار غزل بخونه، بسیار غزل بخونه. ما وقت شما را زیاد نمیگیرم. دوباره شعر وقتی که شما هستین، کریمه جان است، بهار جان است. سوال کنه دیگه، سوال کنه. شیر اصلا سرحد نداره، اگر شیر و موسیقی سرحد نداره، اگر شما رو شریف هم شیر تو شیر و موسیقی سرحد نداره، برای من منظور شما رو این نمیشون. شیر داری چیست؟ مرواریدی از دریای عقل از شاعر آن کسی که این طرفه مروارید صفت صنعت و سج و قوافی از دزم و شعر نیست، ای کسا شاعر که حرفش نیست الا حرف مفت. شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد، بلد باز بر دلها نشیند در کجا گوشی شنفت. ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظمی نگفت، ای بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت. خدا نگهدار. زیبا و جلیل می خرامد به چمنزار گلو، آن طرف رود پر از فریاد است،
مشعله کوچ کجاست؟ راه رفتن تیره است، جاده ها سنگ و زمین بن‌بست است. آن طرف رود پر از آواز است، ماهیان در تب تنهایی تخ. شب شد را به غریبی آتشی سوخته اند، نگهد سبزی یک باور بکر و دو دستت دو چراغ. روم آزادی من در میان شد و شب، در میان شب و شب، در میان نفس تند تماز. حس پیوند عزیزیست که تن می سپرد، حس پیوند عزیزیست که تن می سپرد. روی ویرانه می شهر، روی تنهایی رود. گربتابی بیتاب نفس بکر سحر، از همه هستی من می گذرد، از همه هستی من می گذرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین در این قسمت پروگرام. از استاد هاشمی، آقای هاشمی دیپلماتور خوب کشور ما، خواهش میکنم تا زندگی نامه همیرا جان نکهت بر شما بخواند. ای هستی والای من، ای تو نیازی سینه، ای حاجت دیرینه، ای چشم تو آینه ام، دنیای من عقبای من. بی تو که داند سوز من، بی تو که در آموز من. ای جاری امروز من، ای راهی فردای من، ای هست من، ای بود من، ای عشق، ای مولای من. با تو سکوت من صدا، دل از حصار تن جدا رها. با تو سکوت من صدا، دل از حصار تن رها. آواز ده بر خود مرا، ای عشق، ای مولای من. آواز ده بر خود مرا، ای عشق، ای مولای من. با سپاس فراوان از آقای صاحب جناب هاشمی، نشاط صبح کابل در صدایم، نشاط صبح کابل در صدایم، پرستو لا نکرده در نوایم. تمام رنگهای این بهاران، تو را چون مژده آورده برایم. زهندوکش درختی دود روید، زلب ها واجه پدرود روید. عقابان دانه آتش فشانند، زکوه ها صد نمرود روید. آره بانو نکهت ستاره درخشانیست در آسمان پهناور چامه و رقی، همه دوران زندگیش را در راه رزم با نارسایی های یک چپیره یا جامعه از هم پاشیده گذاشته، تا با همه توان بار سنگین روشنگری در دوش ره سپار آفرینش های تازه و آموزنده باشد.
پس باید او را ارج گذاشت و گرامی داشت. گرچه همه سروده های همیرا جان را می ستایم، ولی این یکی را دوست‌تر دارم. در باغ تا تراوت شبو شکست ریخت، در باغ تا تراوت شبو شکست ریخت، پرواز از دوبال پرستو شکست ریخت، از تان باد حادثه سر به امید رست، اما به حیله های دو پهلو شکست ریخت. هیزم فروش دور تظاهر برنده شد، اندام باغ از طمع او شکست ریخت. این شهر در کشاکش اندوه زنده ماند، هرچند آفتاب در اینجا شکست ریخت. در کوچه ها دوباره کسی برش می زند چینی روزهایی که به تو شکست ریخت. پرواز مانده نیست به خاطر سپار ها، هرچند بالهای پرستو شکست ریخت. و اکنون برای بالیدن همیرا جان یا به خوش آمدیشون یک سرودی از کشورتان پیشکش میکنم. روزها شد نشستم روزی زندگی را ترانه گل بزنیم، سالها روی شاخه برگردن سر هر آشیانه گل بزنیم. نسترن پیچک و سمن نرگس گل سربر، یا اگر که نشد گل خود روی کوچه را چینیم، بر در خانه خانه گل بزنیم. حال از کریمه جان ویدا که یکی از همکاران و دوستان دکتر سیف همیرا جان نکرد در رادیو تلویزیون بودن و همیش با اونا سالیان کار کردن در افغانستان، خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن. دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد ره بذر شاخه نوری که بلق داشت به تاریکی شبها بخشید و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است. می روی Thank you.
از حمیرای نکهت دستگیرزاده، شاعر بزرگ که از سوی کانون فرهنگی جامی به تاریخ 14 دسامبر 2013 تجلیل شده بود، واقعا یک بزرگ داشته بسیار بجا و شایسته بود که ما افتخار شرکت در او برنامه را داشتم. و از او جایی که خانم حمیرای دستگیرزاده ما یک مصاحبه بسیار مفصلی با ایشان داشتم و از طریق امی برنامه را پخش کردم، من میخواستم در امی محفل در باب مهمان نوازی، برخورد انسانی و جنبه های عاطفی حمیرای جان نکهت ضمن سپاس چند کلمه عرض برسانم. و با ویژه وقتی که خانم زهره ژورنالیست موفق کشور ما اینا روی صحنه آمدن و حرف هایی زدن که ما واقعا او حرف ها را شایسته ندانستم. خب البته که سیاست میکنن، پولیتیک دارن، او کار خودشان، ما موافقت برشان میخوایم که شوهرشان کاندید ریاست جمهوری هستن. و ولی انگیزه ای که میخوایم، انگشت انتقادی که بالای خانم زهره دارم که امیدوارم با بزرگواریشان مرا ببخشن، که خانم زهره آواز بسیار خوب داره، صحبت بسیار خوب میکنه، اما این به این معنا نیست که یک کس که وقتی که حسن گفتار داشته باشه یا تون صدای خوب داشته باشه یا چهره زیبایی داشته باشه او همه کاره باشه، او همه چیز باید بفهمه و در هر مسئله باید او نظر بده. این خود برتر بینی میگن، این بیماری هست. و در این ویدیو که قبلا شما صحبت های خانم زهره جان شنیدین، اینا وقتی که به صحنه میان اول میگن من قبلا سلام داده بودم در برنامه صبحی و باز هم خیلی سلام مجدد، یعنی چی مانا رو؟ همه کس برنامه شما رو نمیبینه و این حاضرینی که در این مجلس بود در برنامه خودتا ندیده بودن. خب یعنی به هر حال یک ادای سلام باید منت بگذاریم برای بالای بیننده ها. و نکته دیگه که اینا لطف کردن شعر و شاعری را گفتن، یک چند کلمه را که یک هنر است که چند کلمه را با هم پیوست کردین و این شعر میشه که من استعداد چه ندارم. واقعا خودت خانم زهره جان استعداد زیر نداری، ولی این مهم نیست که استعداد چه داری یا نداری، اما استعداد فهم شعر باید میداشتی و تحقیق میکردی که در تعریفی که گفتی که زبان فقط یک وسیله مفاهمه و مکالمه هست. بسیار تعریف ابتدایی از زبانهای بسیار ابتدایی و بومی هست. زبان نه تنها وسیله افهام و تفهیم است، بلکه زبان پدیده هست که فرهنگ و مدنیت و داشته های یک جامعه را حمل میکنه و او را ثبت میکنه و به نسل های دیگه انتقال میده. به اون خاطر زبان بسیار مهم است. شما گفتین زبان فقط یک وسیله فهم تفهیم است و چی ضرور که سر از جنگ و جدلی باشه. و ما به جواب شما از بیدل بزرگوار میگم، میگه پیداست رازی سینه ما بیدل از زبان، یک پاره دل است زبان در دهان ما. شعر بیدل هم به یک زبان گفته شده، این زبان پارسیدری میگن. این زبان است که تی هزارها سیقل خورده، زبان همه خلق ها بوده. این زبانی بوده که در این عرب و پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره همگی در این منطقه بسیار بزرگ به این دل بسته داشتم و عاشق ازی بودن، که من از جمله با وجودی که ملتم
از طرف پدر من ازبک هستم ولی عاشق زبان فارسی هستم، به خاطر که این زبان زبان مولانا است، زبان بیدل است، زبان عشق است، زبان معرفت است، زبان غزل است، زبان وحشت، زبان جنگ، زبان ترور نیست. این تفکیک باید شود. و نکته دیگری که شما اشاره کردیم که هر کس آخر نامش زی باشه یا زی باشه و نوکری پاکستان میگن و هر کسی که شعری زیبا و خوبی گفت او را نوکری ایران. در اینجا خودتون یک مقایسه کنین، در حرف شما یک واقعیت وجود داره. شما گرچه ساده انگارانه میخواین که همه را به اصطلاح به یک شکل جلوه بدیم، همه را محکوم بکنیم، و ولی وقتی که شما صاحب نظر نباشیم، وقتی که شما تفکیک نکنیم، مصیبت است. اینجا واقعا کسی شعر خوب بگه واژه های سچا و ستره فارسی را استفاده کنه، بله او را نوکر ایران میگن، از این تلویزیون های شما میگن، سر کلمات واژه های سچه فارسی دری دانشگاه فرهنگ کی پرخاش کرد و کی عکس العمل نشان داد؟ مگم شورای وزیران کابینه آقای کرزی نبود؟ مگر به جرم دانشگاه گفتن، به جرم هویت ملی خود گفتن، قبول کردن، آیا تحقیر و توهین نشدن؟ به گذشته ها آیا به زندان و به سیاچال ها نرفتن؟ از یارا کی کرده؟ یک باید خود ریشش بیافی و جواب خودتا چون استاد بزرگوار ما واصف باختری داد، ما اونجا لازم ندانستم اول به این ملحوظ که ما شایسته صحبت در محفل نبود. وقتی که جناب باختری بزرگوار تشریف داره و جمعی از ادبا و شعرها وجود داشته باشن، ولی ما مجبور بودیم حرفای خودم بگویم. اما زمانی که باختری سیم بزرگوار به خود تفهیم کرد، ما به او خاطر با این عقیده هستم که میگه در صدر خردمندان بی فضل نخوب است، در صدر خردمندان بی فضل نخوب است، چون رشته لولو که بود سنگ میانش. واقعا در صدر خردمندان بودنی سنگ پاره در مابین مروارید هست. با اون منظور ما جرأت نکردم که در حضور استاد باختری و دیگه بزرگا صحبت بکنم، حالا که ما لازم بود که یک صحبت مختصری می داشتم. سپاسگزاری از همایرا جان، چون ما میمانشان بودم و برنامه را با ما همکاری کرده بودن. بیا خواهر گل با ما بگو که کدام یک فرهنگی ما، کدام یک شخصیتی بجز از کدام مریض و دیوانه که در فیسبوک اگر آخر زی داره که شاید گپ شخصی خودت باشه، سلطان زویه، شاید حرفی گفته باشه با آدرسش، دیگه ما سراغی نداره. ولی در این گپ خودت یک واقعیتی بسیار خوب نرفته است که میگه اگر کسی شعری خوب و زیبا گفت او در نوکر ایران میگن. بله، میخواین که زبان، با قول خودت زبان فقط وسیله مکالمه و مفاهمه باشه، ولی نه، زبان ها فرق دارن. انصافا زبان ها فرق دارن. تا یک زبانی ابتدایی و زبانی بومی و زبان های انکشاف نیافته، تا یک زبان هایی که حامل فرهنگ های بسیار بزرگی بودن. من نفهم چقدر راجع به قدامت زبان فارسی میدانی خواهر گل. هیف زبان، زبان دوم اسلام بود. اسلام حتی با وسیله این زبان غنی شده رفته. ای آسیای میانه و ای مناطق همش، همه اقوام ملت هایی که در اینجا وجود دارن ممنون زبان فارسی هستن، به شمول کسایی که امروز بی‌شرمانه به ضد فارسی عمل میکنن. امی دانش و سواد از امی زبان یافته، با امی زبان داودش نمیتن. و ما بو خاطر در این وقتی که ادت میکنم
فیلم بزرگ داشته همیرا جان، خواستم که حرفای دل خود بگویم و با مو گونه‌ای که گفتم که زبان تنها وسیله هست، زبان معرف فرهنگ کلتور است. زبان زیبا و شیرین فارسی را بدل مگد بدل سخنت نیست جز انشای تحیر کو آینه تا صفحه دیوانی تو باشد. یا میگه معنی بلند من فهمتون میخواهد، سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل را. ما شیر بدل نمیتونیم با اشعار دیگه شاعرات مقایسه بکنیم در دیگه زبان ها، اما به همه زبان ها حرمت قائل هستیم. تعصب در مقابل هر زبانی که باشه جهالت و نادانی است. ما خودم بارها روزی زبان مادری را تجلیل کردیم و هر زبانی که ولو و گوینده بسیار محدود باشه جزی افتخارات بشریت است. با سپاس، امیدوارستم از توضیحات ما آزرده نشده باشم. خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین.